کسانی که به کلوپ شبانه پالس رفت آمد داشتند میگویند که فرد مهاجم خودش از مشتریان این کلوپ هم ها بود از قول پدر فرد مهاجم گفته شده بود که او از هم ها بیزار بود گفته می شود که عمر متین در وبسایت های دوستیابی هم ها هم فعال بوده است یکی از مشتریان دائمی این کلوپ شبانه میگوید من او را یک بار در اینجا دیده بودم او درباره همسر سابقش با من صحبت کرد او معمولا آخر هفته به اینجا می آمد. بعضی وقتا از او خبری نمی شود. اما دوباره پیدایش می شود. او مشتری دائمی اینجا بود کسانی <سؤال> 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 که عمر متین را میشناختند او را فردی غیرادی و خوشونت طلب معرفی کردند او سعی میکرد با بقیه گرم بگیرد منظورم با مرد هاست او یک همجنسگرا بود و به دنبال مرد ها بود او به سمت آنها میرفت و دست خود را دور گردنشان میانداخت و سعی میکرد با آنها برخصد بعد میرفت و برای آنها نوشیدنی میخرید این همان کاریست که معمولا در مکانهای همجنسگرها انجام میدهند این کاری که ما معمولا انجام میدهیم عمر متین با اسلحه به این محل حمله کرد و 49 نفر را کشت. در نهایت خود او توسط ماموران پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد.